دوستای خوبم سلام به کلاس درس خوش اومدیم تو این جلسه میخوایم با هم دیگه به عنوان مثال نمودار ایگره برابر با قدر مسلق منفی ایکس به اضافه رو رس بکنیم ما توی جلسات قبل دو تا روش یاد گرفتیم که تو این جلسه از هر دو روش استفاده میکنیم که نمودار این رابطه رو را با هم دیگه رسم بکنیم من برای اینکه یک زمان، یک مقدار در مصرف زمان تقلبم بکنم دو تا محور مختصات آماده کشیدم بچه خب اولین بود اولین روشمون این بود که ما ابتدا نمودار خود خط منفی x برابر با چهار رو بکشیم و بعد از روی اون نمودار قدر مطلقش رو به دست بیاریم خب برای اینکه نمودار این خط رو بکشیم من باید طول از دو تا نقطه رو داشته باشم که من معمولا برای این دو تا نقطه طول از مبدا و عرض از مبدا این خط رو حساب میکنم طول از مبدا میشه در واقع وقتی که y برابر با صفر یعنی منفی x به اضافه 4 برابر با صفر در نتیجه x برابر با 4 ارز از مبدم یعنی وقتی که x صفر بچه اگر x صفر باشه عبارت منفی x به اضافه 4 اگر x صفر باشه برابر میشه با چهار در نتیجه ما دو تا نقطه اینجا به دست آوردیم نقطه چهار و صفر و نقطه صفر و چهار من این دو تا نقطه رو میکشم این دو تا نقطه ای که به دست آوردیم و با رسم و با, با, بس کردن این دو تا نقطه به هم دیگه ما میتونیم خط منفی x به اضافه چهار رو داشته باشیم. خب این خط منفی x به اضافه 4. حالا بچه ها گفتیم که وقتی که منفی x به اضافه چهار مثبت باشه منفی ایکس به اضافه 4 برابر با قدر مطلقشه یعنی خود قدر مطلق منفی ایکس به اضافه 4 با منفی ایکس به اضافه 4 برابر پس نموداراش هم با هم برابر میشه یعنی در واقع من این خط که آبی که دوباره میکشم نمودار قدر مطلق منفی ایکس به اضافه 4 من اینجا بنویسمم برای شما خط آبی رنگ منفی قدر مطلق منفی ایکس به اضافه 4 و سبز رنگ خود منفی ایکس به اضافه چهار بود که اول از همه کشیدیم اما به ازای ایکس های بزرگتر از چهار اتفاقی که افتاده منفی ایکس به اضافه 4 منفی شده وقتی که منفی ایکس به اضافه چهار منفی بشه قدر مطلقش دیگه با خودش برابر نیست بلکه قدر مطلقش برابر میشه با منفی خودش یعنی منفی x به اضافه 4 وقتی که منفی میشه باید از منفی بشه تا قدر مطلقش به دست بیاد حالا یعنی چی ما باید اینا ضرب در یه منفی بکنیم یعنی اینکه از روی نمودار اگه بخوایم تعبیر کنیم یعنی اون بخشی از نمودار که ایگرگ ها کوچکتر از صفرن یعنی این بخش باید نسبت به محور x هامون قرینه بشه تا نمودار قدر مطلق منفی x به اضافه 4 به دست بیارم. من اگر این بخش خط رو نسبت به محور x ها قرینه بکنم یه همچین شکلی میشه البته من باید اینم یه مقدار ادامه میدادم بچه من کوتاهی از من بود که این خط مقدار کوتاه کشیدم حالا این این هفت یا وی آبی رنگ شد نمودار منفی x به اضافه چهارم که همونطور که دیدید به ازای x های کوچکتر از چهار که منفی x به اضافه چهار مثبت بود منفی ایکس به اضافه چهار نمودارش با قدر مطلقش برابر شد و به ازای ایکس های بزرگتر از چهار به ازای ایکس های بزرگتر از چهار وقتی که ایگرک ها کوچکتر از صفر بودن ایگرک ها منفی بودن نمودار قدر مطلق قرینه نمودار منفی ایکس به اضافه چهار شد یعنی اگه این نمودار منفی ایکس به اضافه چهار باشه نسبت به محور ایکس ها قرینش کردیم تا نمودار قدر مطلق برستیم. خب به این روش ما تونستیم از روی نمودار خط منفی x به اضافه 4 نمودار قدر رو رو دست بیاریم اما یه روش دیگه ای هم وجود داشت یه روش دیگه این بود که ما ابتدا رابطه منفی x به اضافه 4 با قدر مطلقش رو به دست می آوردیم و بر اساس اون نمودار رو رسم می کردیم حالا یعنی چی بچه‌ها یعنی می که منفی x به اضافه 4 برابر بود با خود منفی x به اضافه 4 وقتی که منفی x به اضافه 4 بزرگتر از صفر باشه یعنی اینکه x بزرگتر منفی x کوچکتر از بزرگتر از منفی 4 و به عبارتی x کوچکتر از 4 باشه و منفی x به اضافه 4 برابر با 0 بود وقتی که منفی x به اضافه 4 مساوی 0 بود که میشد x برابر با 4 بود و منفی x به اضافه 4 برابر بود با منفی x منفی به اضافه 4 قدر مطلق منفی x به اضافه 4 برابر بود با منفی منفی x به اضافه 4 وقتی که منفی x به اضافه 4 کوچکتر از صفر بود که این میشه وقتی که منفی x کوچکتر از منفی 4 و یا x بزرگتر از 4 من یه ذره تر و, و تمیزتر بنویسم خیلی در هم برهم شد در واقع ما منفی x به اضافه 4 رو به دست آوردیم که به ازای مقادیر مختلف x سه تا که نه دو تا رابطه و یه مقدار داره یعنی رابطه منفی x به اضافه چهار به ازای x های کوچکتر از صفر، به ازای x های کوچکتر از چهار ببخشید و یا قدر مطلق منفی x به اضافه برابر با صفر به ازای x برابر 4 و یا برابر میشه با منفی منفی x به اضافه که منفی رو من تو پرانتز ضرب میکنم میشه x منهای چهار به ازای x های بزرگتر از جان. خب حالا من این دو تا خط و نقطه صفر رو روی نمودار میکشم گفتیم که به ازای x برابر با چهار y مون صفره این یه نقطه مونه به x های کوچکتر از چهار یعنی این نقاط x های کوچکتر از چهار برابر شده با خط منفی x به اضافه چهار که خط منفی x به اضافه چهار رو ما دو نقطهش رو حساب کردیم من تقلب میکنم دوباره همون نقطه نقاط رو میذارم اینجا و به هم وصل میکنم تا خط خطمون... یعنی بخشی از اون خط رو که میخوایم داشته باشم به این صورت و به ازای ایکس, ها, ایکس, ایکس های بزرگتر از چهار قدر مطلق منفی ایکس به اضافه چهار شده ایکس منهای چهار این خط هم برای اینکه من بکشم باید دو تا نقطش رو داشته باشم. یه نقطه که ایکس برابر با چهار ایکس برابر با چهار و ایگرگ صفره ایکس مساوی پنج هم بهش میدم و مقدارش رو حساب میکنم میگم اگر ایکس برابر با صفر باشه ایگرگ میشه پنج منهای چهار که میشه یک پس دو نقطه چهار و صفر و پنج و یک و دو تا نقطه ای از خط x منهای چهار که داریم و من اینجا رسمشون میکنم نقطه پنج و یک حالا اگه این دو نقطه رو من با همدیگه دیگه رسم بکنم با هم دیگه بخش وصل بکنم نمودار خط قدر مطلق منفی نمودار رو ببخشید قدر مطلق منفی x به اضافه 4 رو به دست بیاریم ببینید که از هر دو روش ما نمودارهای مشابهی به دست آوردیم حالا دیگه بستگی به شما داره که با کدوم روش راحت ترید ولی مهم اینه که مفاهیم این پشت این قدم ها و گام هایی که برداشتیم رو بدونیم چیه که چرا ما اینجوری رسم می‌کنیم مرسی که توی این جلسات با من بودید امیدوارم با مبحث رسم نم، رس نمودار روابط دارای قدر مطلق آشنا شده باشید. توی جلسات بعد باز, باز هم مبحث قدر مطلق را ادامه میدیم. فعلا خدافز